سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در رأس همه خبرهای جهان همچنان جنگ میان اسرائیل و سازمان فلسطینی، سازمان تروریستی حماس همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل برای آنچه که عملیات محدود نامیده شده وارد غزه شد و بمباران‌های هوایی اسرائیل در واکنش به اقدام تروریستی حماس کشته‌های بسیار بر جای گذاشت، همچنان که در این سو در اسرائیل عملیات تروریستی حماس غیر نظامیان بسیاری رو به قتل رسوند. بمباران‌های هوایی غزه نیز غیر نظامیان و افرادی که حتی گفته میشه بعضن مخالف با حماس هستند نیز به قتل رسیدن. در عرصه بین المللی چه تلاش های جریان داره برای پایان دادن به خونریزی ها میان اسرائیل و فلسطینی ها؟ در نیویورک موج جدیدی از تلاش ها در سازمان ملل آغاز شده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به نیویورک اومده. این در حالی است که انگشت اتهام متوجه حکومت فقیه است و همچنین بعضی از دولت‌ها در منطقه، از جمله صحبت‌های نیز درباره قطر هست و اینکه کمک‌های مالی به حماس از طریق اسرائیل به دست اونها میرسه. این چه کمک‌هایی است و چه نقشی قطر داره در حمایت از حماس و پرسش‌های بسیار، و اینکه چگونه واقعا میشه به این خونریزی‌ها پایان داد و دو ملت، اسرائیل، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها صاحب دو کشور مستقل در کنار هم بدون دخالت دیگران، همان گونه که قرن‌ها در کنار هم زندگی کردند، پسرعموهای تاریخی بتونن در کنار هم زندگی کنند فارغ از هر گونه دخالت‌های بیگانه و سیاست‌های دیگران. در استودیو مرکزی ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در اسرائیل آقای منشه امیر، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، مهمان من و شما هستند در هر کجای ایران که هستید، از سقز تا ساری و از مشهد تا بندرعباس و سراسر ایران و هر آنجا که به تماشای تفسیر خبر از ایران فردا نشستید. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی، درود بر جناب منشه امیر عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدر. آقای امیر، ضمن خوش آمد به شما، جویای این هستیم که حمله محدود اسرائیل به غزه، شبیخونی که زدن، این اقدام چطور ارزیابی میکنین و چرا چنین اقدامی زودتر انجام نشد پیش از اینکه حمله هوایی آغاز بشه؟ درود میفرستم به شما آقای چالنگی و دوست گرامی آقای نوری‌زاده و تسلیت میگم به همه اسرائیلی ها و فلسطینی هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، که عامل این جنایت حماسه که میگوید اسرائیل باید نابود بشه و اسلام پیروز بشه. در مورد شبیخون ها که میپرسید چرا قبلا نبوده، به خاطر اینکه یک ماموریت های مشخصی اینها داشتن که اولا دو بار سه بار در روزهای اخیر وارد خاک غزه شدن که آثار و علائمی رو پیدا بکنن، ببینن که گروگانهای اسرائیلی از چه مسیری عبور داده شدن، آیا تکه پاره پارچه‌ای، تلفنی، انگشتری، علامت دیگری هست که نشون بده که اینها رو به چه مسیری بردن یا نه. این یه ماموریت بود. ماموریت دوم این بود که برخی از توانایی های تهاجمی حماس رو که با عملیات هوایی نمیشه نابود کرد از بین برد، و این ماموریت ها موفقیت آمیز بود. از اول
قرار بود که 2-3 ساعت بیشتر طول نکشه، در نیمه شب حمله کردن و پیش از اینکه آفتاب طلوع بکنه از اونجا خارج شدن. چیزی هم به دست آوردن؟ بسیار موفقیت آمیز بود. البته نمیگن که چه موفقیت هایی داشتن، ولی بسیار موفقیت آمیز بوده. شاید هم خواستن مسیرهایی رو تعیین بکنن که اون حمله بزرگ اسرائیل از کجا و چگونه آغاز بشه. البته باید تاکید بکنم که اگر اسرار نظامی رو فاش نمی کنم، این حمله بزرگ اسرائیل از چند مسیر صورت خواهد گرفت و نه فقط یک مسیر. و آقای نوریزاده، در همین زمینه و چند کشور عرب، 9 کشور عرب آمدن و یک بیانیه دادن که محکوم کردن و خواستار این شدن که هرچه سریعتر حمله علیه غزه متوقف بشه. راحل اینه بفرم جناب چالنگی، افکار عمومی عرب 24 ساعته در برابر تلویزیون هایی است که لحظه به لحظه از غزه دارن گزارش میدن. حالا حداقل العربی و الحدث از اسرائیل هم گزارش میدن، ولی الجزیره دولت عظمای قطر فقط یه بند داره از غزه میگه و عاشورای غزه. خب خیلی طبیعی است، اسرائیل زیر فشار افکار عمومی بین‌المللی هست. دیدیم برخوردش با آقای گوتریش دبیرکل سازمان ملل چه بود، وزیر خارجه اسرائیل. و هر چه کشتگان در غزه بالاتر بره و جهاد اسلامی سوء استفاده شو از جنازه ها بیشتر بکنه، اسرائیل فشار بیشتری داره. بنابراین باید یه فکری بکنه. این عملیاتی که انجام گرفت، همونطور که آقای امیر گفتن، اینا در واقع پیشگیری از عملیات بزرگ زمینی است. یعنی اسرائیل اگه 300-400 هزار نیرو بخواد وارد غزه بکنه، اولا تلفات سنگینی خواهد داشت، یه چیز طبیعیه، و تلفات سنگین تری رو به طرفش تحمیل خواهد کرد که 90% چون آدم های بیگناهی هستن. شما حق بازی حماس رو هر روز دارید در عباد بیشتری میبینید، شهدایی که دراز کرده بودن و بلند شدن در رفتن، اینا رو ما داریم میبینیم. گزارشی که دوستمون روزبه در ایران اینترنشنال داد از اون جلسه خصوصی که داشتن، خدا شاهده من رو لرزوند. یعنی این طبیعی است که حماس جنایتکار، سید علی خامنه ای هم رهبر و عامر و فرمانده شه، ولی دولت و عظمای قطر هم داره پول میده. این سوالی که ایجاد کرده اینه، چطور آمریکا به نزدیکترین وابستش که در اونجا 240 هواپیما داره تو فرودگاه، توی پایگاهش، بعد از دیگو گارسیا بزرگترین پایگاه خارج از آمریکاست، و قطری که 40 ساله داره گاز ما رو میبره، چطور اجازه بهش داده میشه؟ حالا قطری ها توجیه میکنن این پولایی که ما بردیم اسرائیل موافقت کرد صرف ساختن جاده، ساختمون، مدرسه، بیمارستان و غیره شد. اما خیلی طبیعی است، حماس داره از اون بیمارستان موشک میزنه، از اون مسجد و مدرسه داره موشک میزنه، به هیچ اخلاقی هم پایبند نیست. و آقای رهبر جهاد اسلامی میاد میگه در جهاد اسلامی شیعه رافضی و مرتد جایی نداره. آقای سید علی آقا باید عمامش رو بذاره بالاتر، پولو میده به اینا که هنوز برای صدام حسین سینه میزنن. من بسیار متاسفم آقای چالنگی، و متاسف تر از اون برای ایرانیانی که عده به اسم روشنفکر و غیره اعلامیه میدن به امریکا و اسرائیل که مبادا به ایران حمله کنید، مبادا، اینا گفتن سر مار اونجاست، مبادا مبادا. همین بازی هایی که سر جنگ عراق هم بود، اونجا هم هی نایاک و اینا اعلامیه میدادن. حالا تو واشنگتن یه جمله بگم فقط، شما در واشنگتن شاید میرسیم، چون این بحث 2 ساعت داره. یعنی آیا وقتی شما میگید اینها رو محکوم میکنید یا انتقاد میکنید، منظور شما اینه که از حمله نظامی به ایران حمایت میکنید؟ ابدا. من گفتم بریده با دستی که به ایران حمله بکنه، معلومه حمایت نمیکنم، ولی حتما از کوبیده شدن سر افعی حمایت میکنه. چگونه؟
خیلی راحت، آنقدر خوب بلدن. کسی که میره فخریزاده رو تو اتومبیل میزنه، زنش رو نمیزنه، راننده و وردستش رو نمیزنه، خیلی خوب بلده چه کار بکنه. کسی که رنگ پیژامه خامنه‌ای رو میدونه، میدونه آقا مشتبه و خامنه‌ای شبا کجا میخوابن، همه این رو قشنگ میدونه. بنابراین شما بنده مراکز قدرت رو، منظور شما این هست؟ من اینو میگم، اگر مراکز قدرت احساس بکنن که در خطرن، مثل حالا که خامنه‌ای زود امیر عبداللهیان فرستاد نیویورک با پیام‌های آشتی و مهر و دوستی و عشق، مطمئن باشید ملت ایران اون فرصت طلایی رو پیدا خواهد کرد. خودش بیاد سر افعی رو بزنه، چرا آمریکا بزنه، ولی نشون بدید که این رژیم دوست شما نیست. نشون بدید آقای جو حسن بایدن، نشون بدید که با اینا مثل آقای اوباما، حسین اوباما، سر و سری نداری. به این نکته بازم خواهیم رسید، اما پیش از اون آقای امیر، خب اشاره شده به اینکه پولهایی که قطر میده، و قطر هم روابط گسترده‌ای با اسرائیل داره، حتی قبل از برقراری روابط بین کشورهای دیگه در خلیج فارس با اسرائیل، قطر روابط بازرگانی دست کم داشت، یا اتاق بازرگانی یا هر چی که بود. خب گفته میشه که مثلا یه کلاه شرعی برای مدرسه و بقیه موضوعات. این رو به شکل اعتراضی هم ترکی فیصل هم از مقامات و مسئولان پیشین و کنونی و دستاندرکاران سیاست منطقه بین المللی عربستان سعودی هم برش تأکید کرد. این رو چطور شما میبینید و از شما میشنوید در این باره؟ اگر چرا قطر متهم نیست؟ من به پرسش شما بعدن پاسخ خواهم داد، ولی اگه اجازه بدید میخوام با سخنان حسین امیر عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل که گذشته پنج شنبه ایراد شد شروع بکنم، که امروز جمعه قرار است که سازمان ملل مجمع عمومی به بحثش پایان بده و قطعنامه صادر بکنه. امیر عبداللهی نطق دیروز خودش گفتش که حکومت اسرائیل، یعنی رژیم اشغالگر و فلان، میخواهد که جنوساید بکنه، نسل کشی بکنه، و تمام موازین سازمان ملل و معنویات و اخلاقیات رو زیر پا گذاشته. این رو سخنگوی حکومتی میگه که مردم بلوچستان رو قتل عام میکنه، مردم کردستان رو، زنان و دختران ایران، جوانان و نوجوانان رو، و میگه اسرائیل میخواد جنوساید بکنه. حکومتی که روی موشک خودش مینویسد که این موشک برای نابود کردن اسرائیل، حکومتی که سرکردش می آید و می گوید ما یک موشک جدید ساختیم که مخصوص و ویژه نابود کردن اسرائیل. یعنی ببینید، این سازمان ملل، این مجمع عمومی انقدر بی اعتبار شده که یک چنین افرادی، جنایتکارانی، دست خود امیر عبداللهیان به خونه آغشته است، می آیند و این چنین ادعاهایی می کنند و کشوری رو متهم می کنند که از جانب حماس مورد تهاجم قرار گرفته، زن و دختر و بزرگ و کوچکش رو کشتن و شماری از شهروندان رو به گروگان بردن، که 30 کودک در بین این گروگان ها هست. آقای چالنگی، اگه فرصتی هست من به پرسش شما پاسخ بدم، اگه نمیذاریم به دور بعدی. خب ببینید، چون الان حالا به قطر خواهیم رسید، چون این موضوع رو مطرح کردید، بله، امیر عبداللهیان، این که حکومت ایران چه میکنه چه نمیکنه همه میدونید، و در خیابونهای تهران شهروندان خود ایران رو چه بر سرشون میاره و همه این گزارش هست. منتها گفته میشه الان بالای 200 نفر یا 220 اسیر هست، نیست؟ الان بله 224 من دائما بالا پایین میره، به خاطر اینکه خود اسرائیل هنوز اطلاعات دقیق نداره. ما 200-300 جسد هست که هنوز تشخیص هویت نشدن، و ممکنه بعضی از افرادی که ما تصور میکنیم به گروگان گرفته شدن جزء کشته شدگان باشن، ولی همون 220 که شما گفتید میتونه منبع باشه. بفرمایید.
ببینید بله، این که اسرائیلی به چه اقداماتی دست میزنن، چه که امیر عبداللهیان گفت، اگر به شما گفته بشه نخست وزیر یا وزیر خارجه هلند که با حماس شما در جنگ هستید، با بغیر نظامی ها رو در بمباران ها کشته میشن و حتی حماسینا هم گفتن که گروهی از اسیران هم کشته شده، یعنی این رو چه خواهید گفت؟ یعنی چطور میشه به جنگ علیه حماس تبدیل کرد؟ یه سازمان تروریستیه، همون کاری که اسرائیل در عنتبه انجام داد و تروریستای به اصطلاح فلسطینی رو پایین کشید، که غیر نظامی ها درگیر نباشن. نمیشه، راهی نداره که این انتقاد. حالا امیر عبداللهی که تکلیفش روشنه، میگم مسئولان هلند و جاهای دیگه، کشورهای دیگه عرب گفتن یا بقیه. بله، ای کاش آقای چالنگی در مقام رئیس ستاد کل قوی ترین ارتش دنیا میتونستن یه نسخه بپیچن که اسرائیل چطور میتونه هدفهای خودش رو علیه حماس اجرا بکنه بدون اینکه جان افراد غیر نظامی آسیب ببینه. ببینید، هدف اعلام شده اسرائیل سلب کردن قدرت حکومتی و نظامی و تهاجمی از حماس هست. حماس رفته میگن 500 کیلومتر، این رقم برای من باور کردنش مشکله، 500 کیلومتر مترو درست کرده. مترو یعنی رفته به تونل های زیرزمینی درست کرده و کل سپاه خودش رو برده زیر زمین که شامل انبارهای اسلحه است، انبارهای سوخت، مراکز پرتاب موشک، ستاد فرماندهی و همه این تونل ها دخولیش و خروجیش از توی ساختمان ها میگذره، یعنی کل شهر غزه مرکز نظامی حکومت حماس هست. حالا اسرائیل اون چرا که از طریق بمباران هوایی میتونست انجام بده انجام داد، برای داخل شدن به سونل ها، تشخیص دادن، تعیین شناسای محل مسیرشون و اینا، چاره جز حمله زمینی نیست و مسلما در حمله زمینی یه هرچند که اسرائیل تلاش بکنه یه عده غیر نظامی هم کشته میشن، چون حماس اونها رو سپر بلای خودش تعیین کرد. در حمله هوایی منظور شماست نیست؟ نه، در حمله زمینی و حمله هوایی حماس اهالی غزه رو سپر بلای خودش کرده. ببینید، اگر فرصت دارم، اگه نه دور بعدی بله اجازه بدیم به این نکته حتما باز خواهیم گشت. آقای امیر، من ده. البته نه تخصص نظامی دارم، تخصص پرسش دارم و پرسش هایی که بتونه اطلاعات بیشتری رو برای قضاوت روشنتر در اختیار بینندگان ما قرار بده. به سهم خودمون تلاش ما اینه. فکر نمیکنم شما یا آقای نوریزاده هم تخصص ویژه نظامی داشته، امیدواریم راه حلی پیدا بشه. موضوع این هست آقای نوریزاده که حماس مردم فلسطین رو، فلسطینی ها رو در غزه سپر، به اولین بارم نیست که این مسئله مطرح میشه. به نظر میرسه خیلی از کشورهای عرب هم یا کسانی در کشورهای عرب متوجه این نکته هستن. حرفای ترکی فیصل بخشش محکوم کردن حماس بود و حرفای مهمی بود، یعنی اینکه حماس به هر حال نماینده مردم فلسطین نیست، یعنی یک جور مثل اسیران اسرائیلی الان مردم غزه هم، اونایی که با حماس موافق نیستن اونا هم اسیر هستن. این انعکاسش در کشورهای عرب چگونه است؟ کاملا حرفتون درسته جناب چالنگی. وزیر خارجه امارات هم صحبتی در این باب کرده بود. ببینید، غرب تا زمانی که آتیش به خونه خودش نرسه دائم انشالله گربه است. همین با جمهوری ولایت فقیه همین بازی رو ما داریم میبینیم. آنچه داره در غزه میگذره یک فاجعه بزرگ انسانی است و برای اینکه اسرائیل نیروی زمینی نبره، برای اینکه اسرائیل متوقف بشه از کشتن افراد حماس در کنار غیر نظامیان، کودکان، زنان، ضروری است جامعه بین المللی با فشار بر جمهوری ولایت فقیه اسرای اسرائیل آزاد کنه. این اولینش
که در اون اسرای تایلندی هست، آمریکایی هست، هلندی و فرانسوی و انگلیسی هم هست. پس جلوی حمله زمینی رو گرفتن اولین شرطش آزادی گروگان هست. خب حماس میگه من 220 رو گرفتم، 5000 نفر تو زندان ها دارم، اونا رو آزاد کنید تا من آزاد بکنم. حماس اینجا نباید اختیار دار باشه، این حماس نباید تعیین کننده باشه، چون حماس در یک جنگ کلاسیک یا حتی جنگ چریکی اینا رو به اسارت در نیورده. نه، رفته تو خونه طرف، زن بیچارش رو کشته، شوهر رو اسیر کرده. اون دستورش رو من توی زبان یکی از این اسرای حماس شنیدم، از زبانش گفت دستور این بود زنها رو سر ببرین، مردها رو بکشه. خب یه درم اسیر گرفتن، توشون نظامی هم هست، حداقل باید حماس وادار بشه تمام غیر نظامی ها رو آزاد کنه، اگه میخواد چونه بزنه با نظامی ها بزنه، نه اینکه شما بیا یک پیرزن رو بگیری، یک مرد مسن رو، یک بچه رو و بخوای با اینا تاخت بزنی. این یک نکته. دوم به نظر من آقای چالنگی، هنوز هم من معتقدم حمله زمینی اسرائیل به یک فاجعه عظیم منجر خواهد شد و برای جلوگیری از این فاجعه قدرت‌های بزرگ و صاحب نفوذ در منطقه عربی و غیر عربی خیلی دارن تلاش میکنن. دیروز من پریروز ملاقات آقای مکرون و پرزیدنت سیسی رو میدیدم و حرفای سیسی رو گوش کردم، چقدر خردمندانه و با عقل و درایت. اینا همشون دوباره، یا ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، اینا دشمن اسرائیل نیستن، دوست اسرائیلن، ولی نمیتونن ساکت باشن در برابر مردمشون با آنچه داره در غزه میزه. گفتم بهتون دقیقه به دقیقه داره پخش میشه، دقیقه همین قبل برنامه من نگاه میکردم. میخوام بهتون بگم فاجعه عظیمی است. امیدوارم سازمان ملل یه بار از خودش همت نشون بده، اسیر چنگ تروریستای مثل امیر عبداللهیان نشه. سازمان ملل قدرت جهانیشو نشون بده. نشون دادن در 3-4 مورد، ما دیدیم که سازمان تو مورد اوکراین چیکار کرد، چقدر سرعت بود، هم سازمان ملل هم جامعه جهانی. اینجا من اون سرعت رو نمیبینم. خب آقای نوری‌زاده اشاره کردی که باید حماس وادار بشه. این کی باید وادارش کنه؟ جمهوری اسلامی. حال اون که مثلا میبینیم خود آمریکا مثلا که نفوذ داره یا روابطی داره با کشورهای عرب عامی حماس، خود این به گروگانگیری و گروگانگیرها باج میده. متاسف. بنابراین حماس غیر مستقیم تشویق کننده نبوده، همین که در برابر گروگانگ گرفتن شهروندان دو تابعیتی. ببینید جناب چالنگی، من مطابق یه اطلاعات دقیقی که دارم در 3-4 روز گذشته بحث خیلی شدیدی در درون حاکمیت و شورای عالی امنیت ملی بوده که کی بره سازمان ملل. بحث این بوده که رئیس هیئت نمایندگی کافی است، در مجمع عمومی بالاتر از این نمیخواد، ولی آقای خامنه‌ای گفته امیر عبداللهیان بره، ایشون باید بره قولای بذاره، قرارای بذاره، مانع از این بشه که ما در معرض عقوبت قرار بگیریم. پس رژیم جمهوری اسلامی میدونه ضربه پذیره، باید امریکا و دولت‌های بزرگ از این استفاده کنن، وادارش کنن. میگه ما نفوذ داریم، پول میدیم، خب وادارش کنید که جلوی یک فاجعه انسانی رو بگیره. بله آقای امیر، برگردیم به قطر. قطر بده به سونهایی که داره با حماس، میزبان حماس بوده، کارهای مختلفی که کرده و در مسیر کمک رسوندن به حماس و از طریق اسرائیل میفرموده. بله ببینید، قطر یک امیرنشین بسیار کوچک با ثروت بسیار عظیم، با حوزه های گاز سرشار که همونطور که آقای نوری‌زاده گفتن نصفش مال ایرانه و قطر میفروشه و پولش رو به جیب میزنه. رهبران قطر با عربستان سعودی رقابت سیاسی دارن. قطر میخواهد رهبر جهان اسلام بشه و در برابر عربستان پیروز بشه. این است که قطر میآید
و با همه کشورها روابط دوستی برقرار میکنه. با حکومت اسلامی ایران، با اسرائیل، با ایالات متحده و سرکردگان حماس رو در خودش جای میده. اینا همش در تضاد با هم. ولی این طبع قطر است. قطری ها آمدن و گفتن چون وضع اقتصادی مردم غزه خیلی بده، ما حاضریم که بهشون صدها میلیون دلار پول بدیم که این رو در راه آبادانی صرف بکنن. اسرائیل با این تصور که اگر بتونه به کارگران غزه کار بده، و دورانی بود که 70,000 کارگر فلسطینی از غزه وارد اسرائیل می شدن، کار می کردن، بعد می گشتن و پولش رو صرف معاش خانوادهشون می کردن. بنابراین اگر اسرائیل اجازه داد که این مبالغ کلان قطری وارد غزه بشه، با این تعهد بود که این پول در راه رفاه مردم صرف بشه. ولی دیدیم که عملا اینا رو در راه موشکی و تسلیحاتی، ببینید موشک هایی که در 20 روز اخیر به سوی خاک اسرائیل پرتاب شده، اینها بسیار بهینه شده، اینها پول میخواد، هزینه داره. بنابراین الان در داخل اسرائیل هم عده‌ای خطاب به دولت آقای نتانیاهو میگن اشتباه کردید که امکان دادید که قطر پول بفرسته، و همین کار شما بود که الان حماس رو گستاختر کرده، قویتر کرده با موشک‌های بهتر. به هر حال قطر علت اینکه آمده حماس رو تحت حمایت خودش گرفته و بهشون پول میده، از رقابتی ناشی میشه که با عربستان سعودی داره و میخواهد که رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره. و یکی از وسائلی که خیلی زیاد و خیلی مزورانه ازش استفاده میکنه تلویزیون الجزیره است. بله، خب تلویزیون الجزیره و بسیار دیگر تلویزیون‌های عرب که میبینیم، برخی از مجریان چنان رگهای گردن برآمده است که قابل تأمل هست. همونطور که بعضن در بعضی از تلویزیون‌های اروپایی و آمریکا هم میبینیم به شکل‌های مختلفی که هست. در حال آقای نوری‌زاده چگونه است؟ این فساد رسانه‌ای است، فساد دولت‌های مختلف هست که اقدامات قطر جمهوری اسلامی به جای خود. بله، میدونیم، صحبت کردیم. قطر از داعش حمایت میکرد یا میکنه، از طالبان حمایت میکنه، از القاعده حمایت میکنه. الان هم پول در اختیار یه سال دو سال هم نیست، میده به حماس، حماس خرج مدرسه کنه یا نمیکنه. چطوره که اینا همه هیچ کدوم تعبیر نمیشه به اینکه قطر حامی تروریسمه؟ ببینید جناب چالنگی، گفتم براتون قطر وضعیتی داره که بنده هم بعد از نیم قرن که دارم این کار رو میکنم، دنبال میکنم تحولات جهان عرب و در حیرتم. یعنی بعضی اطلاعات رو که من نگاه میکنم، این که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شبکات جاسوسیش در قطره و از اونجا جاسوسی میکنه علیه کویت و عربستان و جاهای دیگه. خب میخوام بگم این برای منم شگفتی آوره. اما امیر قطر خیال میکنه، باج به طالبان میده، باج میده به حماس، آقای منصور رو که عضو اخوان المسلمین میاره سرگوینده الجزیره میکنه، دولت مصر حکم بازداشت این آدم رو صادر میکنه، ولی دولت عظمای قطر بهش چه خونه ای داده و چه زندگی. یا عروسی پسر اسماعیل هنیه چندین میلیون دلار خرجش بود، اون هجله ای که براش درست کرده بودن تو هتل 7 ستاره. خب قطر داره این کارو خیال میکنه. این کارا باعث میشه که فردا اگر این اسلامی ها دست بالا گرفتن، دولت عظمای قطر رو کاری نداشته باشن. این خیالاته. اسلامی ها نه دوستی سرشون میشه. مگه شاه به اینا کم کمک کرد؟ مگه جیرخوار اوقاف نبودن؟ همین آقای علم الهدا جلوی شاه چه نطقی کرد؟
منظورم اینه اینا نه اسلام سرشون میشه، نه دوستی، نه لویالتی و اعتقاد داشتن و دست صداقت دادن. بنابراین خود قطر روزی قربانی این دودوزه بازی ننگاورش خواهد شد و دولت آمریکا که از قطر بهره واسطگی دلالی به معنای زشتش داره میکنه، دولت آمریکا هم هزینه این قطر عظما رو خواهد داد. قطر مجرمه، ثروت ملت ایران رو 40 سال داره میدزده، صدها میلیارد دزدیده، اون وقت یه مقدار رشوه میده به این ماموران جمهوری اسلامی، اونم چششون رو بستن. آقای کردان در شرکت نفت اومدن یک پرونده گشوده شد جلو آقای کردان برای قطر، پرونده رفت تو آتیش، صدا شد در نیر قطر دوست ماست. همین سید علی آقا هم همینطور، امیر قطر اومد تو ایران، پاشو رو پاش انداخت با پا برهنه، با شستش بازی میکرد جلو آقای رئیس جمهوری، بلا نسبت به قول شما رئیس جمهور. حالا من واقعا در حیرتم، برای من قطر غیر قابل توجیهه. آقای چالنگی برنامه ریخته بودن که بنده برم اونجا خود من و از در دیگه موقع برگشتن برم تو هواپیمای عازم ایران. این دیگه من نمیگم دولت فخیمه اینجا جلوشو گرفتن و برنامهشو روشن کردن. میخوام بگم نه من نرفتم. 5 روز در بهتری هتل، $10,000 دستمزد، در یه سمینار در دانشگاه قطر 3 روز من کار بکنم. نرفتم. میخوام بهتون بگم قطر در این حد بازی میکنه. من متاسفم که یه دولت عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه تمام اعضای شورا داره میزنه و در خدمت طالبان الان زنده روی پاش به خاطر قطره. یه ملت افغانستان بیچاره رو آمریکا تو سینی طلا داد به طریق قطر طالبان. بایدن و بقیه. البته امیر قطر که اشاره کردن با شستش بازی میکرد با ابراهیم رئیسی، خب لابد با مقامات دیگه ای که صحبت کرد یا مسئولان دیگه با 59 با 58 57 و ایناش بازی میکرد موقع صحبت کردن. به هر حال بستگی به درجه شونده. آقای امیر، مجموعه این رفت و آمدها از نخست وزیر هند گرفته تا انگلیس تا مکرون، برجسته تر از همه مکرون به نظر می اومد، حرفایی که زد و حرفایی که شنیده شد توسط رهبران دیگه مثل سیسی که اشاره کرد این روز، این مجموعه داره به راه حلی ممکنه برسه، یا زمینه آرامشی یا همچنان راه حل نظامی توفق داره، تفوق داره، هر چی که هست. بله، این سفرها که بسیار زیاد بوده، تا به حال سابقه نداشته که این همه رؤسای کشورها به ویژه از کشورهای اروپایی بیایند اسرائیل و پرزیدنت بایدن با این سن بالایی که داره پرواز طولانی بکنه برای 5 ساعت بیاد اسرائیل و برگرده. اینها دو هدف رو دنبال میکرد، یکی اینکه ابراز پشتیبانی عملی بکنن از اسرائیل در برابر جنایاتی که حماس آغازگر آن بود، و دومی که اسرائیل رو نصیحت بکنن، مهارش بکنن، جلوش رو بگیرن که از حمله گسترده به غزه خودداری بکنه، از این فکر که دوباره بر غزه مسلط بشه دست برداره. چنین فکری مطلقاً در اسرائیل نیست، مطلقاً نیست. الان هم اگر حمله زمینی بکنن بعد از انجام ماموریت برمیگردن، ولی کشورهای غربی نگران بودن. و نگرانی سوم این بود که در حمله زمینی اسرائیل به غزه شمار زیادی از افراد غیر نظامی کشته بشن. آقای بایدن بارها و بارها در نطقهاش به اسرائیل هشدار داد و تقاضا کرد که این موضوع رو در نظر بگیرن. مهمتر از همه اینها، یا شاید یکی از علل مهم، این بود که همونطور که آقای نوری‌زاده هم گفتن، در بین 220 گروگان یا بیشتر یا کمتر شهروندان شماری از این کشورها هم وجود دارن. آلمانی هست توش، فرانسوی هست، بریتانیایی هست، مسلماً آمریکایی هست، نپالی هست، تایلندی هست، و اینها خواستن که
از اسرائیل که ملایمت نشون بده، صبر نشون بده، شکیبا باشه که شاید بشه اول این گروگان ها رو آزاد کرد. این علت های اصلی این سفرهای زنجیره‌ای به اسرائیل. یعنی زمینه‌ای رو تونسته به وجود بیاره این مجموعه و همینطور مجمع عمومی سازمان ملل، این مجموعه سفرها. ببینید مجمع عمومی سازمان ملل رو حذفش کنید، عددی نیست. بله همین قطعنامه که قرار امروز در مجمع عمومی تصویب بشه، موریتانیا و اردن که مبتکرین نوشتن این پیشنویس این قطعنامه بودن، مطلقاً از جنایات حماس علیه اسرائیل اون رو نادیده گرفتن. ملکه رانیه، همسر ملکه عبدالله دوم، ادعا میکنه که هیچ جنایتی از طرف حماس علیه اسرائیل صورت نگرفت. این است که مجمع عمومی هیچگاه یک دیوان عادلانه نبود، هیچ وقت به پیش برده نوشته. این قطعنامه هم هرچی باشه که ما هنوز نمیدونیم، تأثیری نخواهد داشت. ولی در مجموع اونها آمدن به اسرائیل که این هدفها رو تأمین بکنن. بله خب راجع به سازمان ملل من بارها در تفسیر خبر گفتیم یه سازمان در واقع بیبو خاصیتی است و بعدش مثلا نماینده جمهوری اسلامی میشه برای نشستای مسئول نشستای حقوق بشر در اونجا و به هر حال بایدن هم اشاره کردن شاید یکی از گرونترین چرت زدنهای تاریخ معاصر باشه. این همه راه رو رفت و آقای منشه امیرم دل سوزوندن برای زحمات سفر رفتن، یه چرتی زدن و یه چیزایی هم که از راه دور میتونستن بگن و که این همه زحمت هم نباشه. به هر حال آقای نوری‌زاده برگردیم به موضوعی که نیمه تموم مون، راجع به حمله نظامی که گروهی آمدن و گفتن که این اقدام نشه و شما تا اونجایی که من برداشت کردم از صحبتتون این هستش که یک مراکزی، یعنی خلاصش این که به جمهوری اسلامی اگر ضربه نشون داده بشه آماده عقب نشینی نیست، حتی از اینکه از حماس یا مسئله فلسطین رو دیگه تموم کنه، راه قدس از کربلا میگذره و بقیه موضوع دیگه. فراتر بگم، گفتید آقای جو بایدن چرتی زد، خدا رو شکر اون کاری که توی دیدار با همسر پادشاه انگلیس کرد اون رو انجام نداد، از این بابت باید شکر خدا رو کرد. بله ملاحظات تفسیر خبر ایران فردا ما نمیشه آقای نوری‌زاده بگه که چه کاری کرد، نه اونم احتیاج نیست، بینندگان ما همه میدونن. بله همین اسرائیل باید یه مدتی بو رو پاک میکرد. ولی به هر حال بفرمایید آقای چالنگی، دو سه نکته به نظر من الان تو این شرایط خاص بسیار اهمیت. نکته اول اینه که من باز هم تکرار میکنم، هیچ کدام از ما خواهان جنگ نیستیم. آرزو داریم خار به پای ایران خانم نره، اما هزار خار به پای سید علی و دار و دسته. همین الان ببینید چه کار دارم میکنم با مردم ایران، با دختران ایران، سپهری خانم فاطمه سپهری دل بزرگوار تو چه شرایطیه و و و دو روزنامه‌نگار رو چطور محکوم میکنن، داریوش مهرجویی رو چجوری میکشن. آخه اینا رو هم یه خود باید تو عقلمون بریزیم. من اصلا موافق حمله به ایران نیستم، چون حمله به ایران نمیتواند چاره ساز باشد. اما حمایت از مردم ایران، دو تا سناتور رو داشتم گوش میکردم، آقا ما اصلا از مردم ایران حمایت هم نکردیم، پول دادیم به خامنه ای. خب 70 میلیارد باراک حسین اوباما پول داد به خامنه ای. سر مار رو زدن فقط با ماشه و بمب و پهباد انجام نمیگیره. سر مار زدن یعنی اینکه شما دست و پاشو ببندی که نتونه حرکت بکنه و خودش سر خودشو میخوره. ببینید اینا رو باید در نظر گرفت که آقای خامنه ای الان دست باز آزاد راحت مثل یه دولت قانونمند متحذر درست هر کاری دلش بخواد میکنه. آقای امیر عبداللهیان صبح میره اونجا، شب میره اون و فردا میره این طرف. آخه این یه قانونی باید باشه. آقا یه رژیم تروریستی داره ترور رو در منطقه و جهان رواج میده، شما حداقل کاری که دارید میکنید، آقای ایروانی که دستش به خون مردم لبنان و ایران آلوده است،
او رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل نپذیرید. آخه یک قوانینی باید وجود داشته باشه. آقای حقیقیان رو به عنوان سفیر نپذیرید. آدمایی هستن که در سپاه پاسداران بودن. حمید سرمدی آدم کشی بود که در قطعه‌های زنجیره‌ای سینه شکافت و سر برید. این چطور میشه سفیر ایران در تاجیکستان؟ آخه دنیا باید یک حرکتی بکنه. دنیا باید جلوی این افعی رو مرتب هی داره تخم میذاره، رو تخم میشینه، بچه دار میشه، افعی‌های دیگه میپره. آقا نگذارید این کارو بکنه. پول بهش ندید. قطر رو زیر فشار بگذارید اینقدر با جمهوری اسلامی لاست نزنه. تو عراق شما قدرت اولی، اون وقت اجازه میدید چهار تا یخی موشک بزنم به پایگاه آمریکا؟ آخه بابا حساب کتابی تو کار هست. من متاسفم آقای چالنگی، تمام متر و معیارها رو آمریکا در این دوره آقای باراک حسین و جو حسن بایدن به هم ریخته. اصلا دیگه نمیدونم چی بگم راجبش. آقای امیر خواهند گفت که چه اتفاقی افتاد در سوریه و عراق. گفته شده که پهپادهایی که حمله کردن به نیروهای آمریکا یا پایگاه یا هر چه که هست، اینا ساخت جمهوری اسلامی بوده. بایدن در اینجا گفتی که اگر این حمله، این اقدامات تکرار بشه، ما واکنش نشون میدیم. اینا رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی آقای بله آقای اسرائیل به عنوان یک کشور کوچک و آسیب پذیر درباره هر تعرضی لازم میدونه واکنش نشون بده، ولی کشور بزرگی مانند ایالات متحده ابرقدرت، ببینید اسرائیل در فاصله 300 متری غزه قرار داره، ولی ایالات متحده فاصلش تا خاورمیانه 14000 کیلومتر. بنابراین ایالات متحده به عنوان ابرقدرت فشاری و خطری به اون اندازه احساس نمی‌کنه که وارد نبرد بشه و نسبت به هر تعرضی واکنش نشون بده. خط قرمز آمریکا کجاست؟ هنگامی هست که در یکی از این حملات نیابتی 5 تا 10 تا 15 تا سرباز آمریکایی کشته بشن. درسته یک سرباز کشته شده، ولی میگویند که او سکته قلبی کرد. درسته که نیروهای آمریکایی در عراق مورد حمله قرار دارن، در سوریه قرار دارن، در یمن ناو هواپیمابر آمریکایی بود، ناو رزمناو آمریکایی بود که پهپادها و موشکای حوثی‌ها رو خونسا کرد. درسته که آمریکا الان در عملا در جنگ این منطقه شرکت داره، ولی این جنگ و این آسیب هایی که به ارتش ایالات متحده وارد آمده بسیار کوچک بوده، مثل نیش پشه بوده که فعلا ایجاب نمیکنه که ایالات متحده وارد صحنه بشه. ولی اونچه که مهمه حضور آمریکا در منطقه است برای برحذر داشتن حکومت ایران که دست از فتنه‌گری های خودش برداره. حضور یو اس اس جرالد فورد و یو اس اس آیزنهاور، دو ناو هواپیمابری که عظیمترین ناوهای نیروی دریایی آمریکا هستند در شرق دریای مدیترانه، هشداری به حزب الله لبنان و هشداری به حکومت اسلامی ایران. و می‌بینیم که تا این لحظه ای که ما با هم صحبت می‌کنیم این هشدار مؤثر بوده و حزب الله وارد نبرد با اسرائیل نشده در یک سطح گسترده، و حکومت اسلامی ایران هم فعلا مصالحه کرده و ثابت میکنه که علاقه به جنگ و رویاروی مستقیم با اسرائیل و آمریکا نداره. خب آقای امیر، خود شما بودی فعلا همین ناوها بودن، همه اینا بودن، این اتفاق 7 اکتبر هم افتاد، این عملیات تروریستی حماس، فعلا ماستار کیسه کردن. بعدن چه ضمانتی هست که در آینده نشه؟ های اقداماتی در جریان خواهد بود. بله؟ ناوهایی که ایالات متحده به منطقه فرستاد
بعد از 7 اکتبر بود. بله بله، ولی ناوهای دیگه ای بودن در منطقه، پایگاه های آمریکایی بودن و همه این اقدامات برای به شکلهای دیگه ای وجود داشته. حرف من این هست که اگر فعلا هست، آیا ضمانتی بغلش هست که یه فرصت مناسب دیگه ای از نظر حزب الله و بقیه پیش اگر اومد باز نتونه استفاده کنه یا نه؟ ببینید، همیشه گفتم که پرزیدنت بایدن به ویژه الان که مسئله انتخابات ریاست جمهوری در پیشه، به هیچ وجه مایل نیستش که ارتش آمریکا در یک جنگی در خاورمیانه درگیر بشه، به ویژه آنکه نبرد اصلی ایالات متحده با ابرقدرتی به نام چین و یاری به نام روسیه هست، علاقه نداره. ولی همین حضور گسترده نیروهای ضربتی آمریکا تا به حال تونسته که حکومت ایران رو از درگیری مستقیم جلوگیری بکنه و همینطور حزب الله لبنان تا به حال دخالت نکرده، البته یه مقدار عملیاتی انجام داده ولی نه در حدی که موجب جنگ و واکنش گسترده اسرائیل به لبنان بشه. و اینها یکی از عواملی که این وضع رو به وجود آورده حضور نیروهای آمریکاییش. در حاشیه هم بگم که yeah, در حال از جنگ ما میتونیم بگیم که رژیم ایران یکی از بازندگان اصلی این جنگ بوده در منطقه خاورمیانه. اگر فرصتی شد توضیح قبل به این نکته از من خواهیم رسید. قبل از اون در همین زمینه اتفاقا پرسش من از آقای نورزاده این هستش که آیت الله خامنه ای گفت که این روابط عرب و اسرائیل و قمار ابراهیم رئیسی در سازمان ملل گفت آینده نخواهد داشت، ولی در همین تفسیر خبر مطرح کردیم در برنامه‌ای که شما بودید، شما اشاره کردید، من اشاره کردم و مهمانای دیگه ای، که اون چی که بین عرب یعنی بین عربستان و جمهوری اسلامی گذشت این قابل دوام نخواهد بود. الان این رویدادها چه اثری روی روابط جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خواهد داشت؟ این رویدادهای بسیار بسیار اثر مستقیم خواهد داشت. من بذارید یک جمله رو بگم در رابطه با اظهارات آقای امیر و اون چه شما فرمودید، یعنی در واقع نوعی پاسخ. ببینید جمهوری اسلامی چه کار دیگه برای ضد آمریکا نباید بکنه؟ از گروگانگیری اول انقلاب شروع کنیم، اون انفجار سفارت در بیروت، انفجار مقر تفنگدارا، گروگانگیری ها، خبر رو زدن در عربستان سعودی، سه انفجار کردن، حج خونین و و و، یعنی به امریکا دیگه چی کار باید بکنن؟ ولی امریکا دردش نمیاد. من اصلا همیشه خودم میگم این هرز جوادی که خمینی و خامنه به گردن انداختن، این چه خاکاش ما هم داشتیم و این جور محبوب آمریکا بودیم. آخه آدم باید فکر کنه یه رژیمی از روز اول دشمنی با آمریکا میکنه، در حالی که کوبا این کار رو نکرد، ولی 50 سال آمریکا سعی کرد کاسترو رو بندازه و کوبا رو در انزوا و فقر و بدبختی رها کرد. خب آخه آدم میگه این جمهوری اسلامی چیه که شما 70 میلیارد بهش پول میدید؟ معلومه این 70 میلیارد 10 میلیاردش میره برای آتش افروزی و تروریست. اما اینکه شما جناب چالنگی فرمودید جمهوری اسلامی عقربه، نیش عقرب، این جزء ذات و وجودش، ضد یهوده، ضد آمریکا بودن بازیشه. ولی این ما عاشق آمریکا اینقدر پول نمی بردن، بچه های آقای خرازی تو آمریکا نبودن و بقیه شون. بنابراین میخوام بگم این ضدیت با آمریکا از روز اول انقلابم، آقای ابراهیم یزدی سفیر آمریکا در انقلاب نقش خودشون داشتن و کارهای خودشون رو میکرد. این که ما داریم میبینیم الان، ببینید امیر عبداللهیان بدو بدو میره، نه فقط برای شرکت در مجمع عمومی، برای که اونجا نایاکی ها ترتیباتی دادن. حالا دیروز نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با جمهوری اسلامی در ارتباط بود، امروز هم دوستا دیگه داره. علی واعظ کجاست؟ هست سر جاش، همشون هستن، همشون مشغول مزدوری هستن. و به اعتقاد من
با جمهوری اسلامی نباید با زبان خوش صحبت کرد. نه دیپلماسی میفهمند نه دوستی. شما فکر کنید اوج دوستی رو با عربستان داشتن، چه کردن در سعودی و چه کردن بعدن در ایران؟ یه مش بچه شیعه رو آوردن یادشون دادن تیر و ترقه چجوری بزنن. تمام مواد منفجره خبر از ایران به کویت رفت و از کویت به عربستان. خب اینا رو میدونه، بنابراین سعودی ها محتاطن، الان خیلی محتاطن، هنوز تو هتل اسپیناس هن، هنوز جایی نگرفتن، هنوز با احتیاط دارن، چون اینا اومدن بازی رو به هم زدن. ابو مازن گفت که امیدوار بودن در عرض سال آینده رویای فلسطینی ها برای تشکیل دولت عملی بشه. اینا چیکار کردن؟ خب آقای امیر دو دقیقه وقت داریم. این که عبداللهیان در نیویورک اون چیزی که میگه پشت پرده جلو پرده هر چیکار تا چه اندازه قابل اعتماد هست، چون در ایران مراکز مختلفی هست برای سیاست منطقه‌ای تصمیم گیرنده، تا چه اندازه میتونه قابل اعتماد باشه؟ نگاه دولت‌های مثل آمریکا و اروپا نسبت به حکومت ایران بعد از 7 اکتبر آیا تغییری میشه انتظار داشت؟ آقای چالنگی، کی یکی از سران حکومت اسلامی ایران حرفی زده که قابل اعتماد باشه و درست باشه؟ همونطور که شما هم گفتید، به درستی گفتید، در داخل حکومت دو قدرت با هم همدیگر رو متوازن میکنن. یکی قدرت نظامی هست که سپاه پاسداران، یکی قدرت دیپلماتیک و سیاسی هست که سعی میکنه به ترتیبی چهره خوبی رو از حکومت ایران نشون بده. هم در ادامه سخنان آقای نوریزاده در مورد روابط با عربستان، همینطور که ایشون گفتن، از یه طرف جناح سیاسی در ایران میآید و میگوید که ما نمیتونیم با عربستان روابط دوستی نداشته باشیم، میان آشتی میکنن ولی هنوز روابط بسیار سرده. همینطور آقای امیر عبداللهیان میآید به سازمان ملل در مجمع عمومی دیروز پنجشنبه، میگوید که ما طرفدار معنویاتیم، انسان هستیم از خون ریزی و غیره و غیره. آیا آقای امیر عبداللهیان با ماموریتی آمده، ماموریت ویژه‌ای؟ من نمیدونم، ولی ماموریت وزیر خارجه همیشه این است که یک چهره مثبت و خوبی رو از رژیم ایران نشون بده. سپاسگزار هستیم آقای منشه امیر. چند وقت کوتاهی داریم آقای نوریزاده، به شما به بسیاری دیگه از دوستان چه در ایران چه خارج ایران تسلیت از بابت درگذشت فرزند محمد علی سپانلو، دوست مشترک، به خانم پرتو نوریالا و خانم شهرزاد سپانلو تسلیت میگیم از بابت درگذشت فرزند محمد علی سپاندو و خانم نوریالا سندباد سپاندو در میان سالی 50 سالگی درگذشت. در این دنیای پر از مرگ و میر، چه در ایران چه در منطقه و چه در سراسر جهان، متاسفانه. سپاس از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ماند.